درود به هموطنان عزیز ایران زمین، هر جایی که هستین، به خصوص گیلانیا، شمالیا. میدونم که فصل تابستان امسال هم خیلی گرمه، اینجا گرمه، همه جای اصلا امسال نمیدونم زمین چی خبره اینقدر گرمه. به هر حال خیلی خوشحالم که هفته دیگر اومد در خدمت شما عزیزان هستم و میتونم با شما چند کلمه صحبت بکنم و از کلام خداوند براتون بگم. برنامه رو با دعای آغاز میکنم. خداوند شکرگزار و سپاسگزار تیم برای رحمتت، برای هدایتت، برای حمایتت. خداوند شکرت میکنیم. خداوند برنامه رو خداوند با نام عزیز عیسی مسیح آغاز میکنیم و از تو میطلبیم ای پدر، با قدرت نام عیسی مسیح توی هدایت بکن، توی حمایت بکن ما رو. خداوند هر چیزی که از زبان من بیرون میاد خداوند نام تو رو جلال بده. شکرت میکنیم و برنامه رو به دستای قدوس تو میسپاریم به نام عیسی مسیح، آمین. خب لاجونین عزیز چطورین؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ خب امیدوارم که زندگی حقیقتا به کامتون ببون. واقعا این برنامه که ما شروع بودم از او اول دوستانم که برای گیلانین صحبت بکنم، دوستانم که واقعا گیلانین کلام خدا بشتون. با اجازه هرچی هوا گرمتره میسی آدم بیشتر سرما خونه، چون هوا گرم شب که خم با غصی بیشتر لخت خوسنی، چون اگه گرم هوا ده اینقدر به حدی گرمه شب هم آدم بایسی لاف منی بنی سرما خونه. گرما معمولا بیشتر آدم سرما خونه. برحال دوستانم که گیلانین می برنامه گوش بدین، دوستانم که هرچی هم فارسی زبانان گوشته دارن ممنونم که گوش دینین و زیر کامنت هم نویسنین، ممنونم از شما. ولی بیشتر مو دوست دارم که گیلانین ای کلام بشتوان، به چون از اون جایی که گیلان زمین شمالین اصلا کلن آدم های باهوشن، آدم های مذهبی نین، در کل ما ایرانین خداپرستیم، اصلا از او اول هم خدا پرستیم، الان هم خدا رو دوست داریم، همه ای ما خدا رو دوست داریم. ایسه یک چیز دیگری ایسه که با من همه وارد ما ببان ما رو از خدا پرستی هم حتی تو دادرن اینی که اینقدر خداهان دروغی به ما معرفی کنن، اینقدر کسای دروغی آدم های مرده رو به ما معرفی کنن که ما از خدا پرستی دیه زده بباییم. کسی که صحبت کنه یک لحظه خانیم گوش بدیم صحبتشی کنیم بلش کن بابا اینم الان از خدا صحبت کرده فلان، در صورتی که نه، اگه واقعا ما این خدای زنده بشناسیم حقیقتا دونیم که خدای واقعی و پشتیبان ما و واقعا خدا وقتی دستش در زندگی ما ببون ما اصلا ایرورو بنیم، زندگی ما عوض بنه. امروز خواستم برنامه با یه چیز دیگه شروع بکنم، چون برای اینکه شما بدینی فوتبال که مثلا بچه‌هایی که در باشگاه کشورهای دیگه بازی کنن مثل شجاعی، مثل سیفی در یک باشگاه اسرائیلی کار کرده مثلا بازی کردن، قرارداد دانه، وقتی تو شنی در باشگاه قرارداد ده بدینی که بازی بکنی مجبوری تعهد دانی که با هر تیمی بجی بازی بکنی بجوزی که مستون ببی من نیسی. ایشان بوشان با اسرائیل بازی بودن، خب تیم همه بوشان تیم یونانی با اسرائیل با تیم اسرائیلی بازی کرده، ایشان هم جز و تیم هن بوشان بازی بودن. آقا چی حدیثی چی حرفایی بود برای دوتا بدبختان، شما چرا با اسرائیلیم بازی بودیم؟ بابا اگه بازی نکنه قرارداد دنمارک تو دینم بیرون،
ای تو اگه نگه بازی نگه مملکت دنیا قانون دنه، هر چیزی برای خودش قانونی وجود دنه. ایکی نگه مو با میره مثلا در تیمی بازی بکنم، ما تو دیم بیرون یا مگم آقا هرچی میمیله مثلا آقا ای تیم آقا مو امروز بازی نکنم، چرا؟ آقا برای اینکه اسرائیل ای یهودی مو اینا بازی نکنم، آقا اون مثلا بی خدا مو اینا بازی نکنم، او وقت منو دونم دینش بایه اینا بازی کنم. بابا مسخره بازی این چیزیست؟ گیر بردین شماره مردم که درو سوب تاشو و مردم درو گوتنی، چقدر ریاکاری، چقدر ریاکاری، تمامش می زندگی ببو ریاکاری. اینقدر آدم ریاکار نکنه که همش فیلم بازی کردین برای مردم، همش ریاکاری کردین برای مردم. بابا یه ذره این ملت، ملت اصیلی هستن، ملت ایران، ملت معذره میخواهم، ملتی نیه که مثلا هیچی نفهمن، ملت ما ملت باهوشی هستن، باسوادی هستن. چقدر ریاکاری کنی، ملت هم شما رشن هستنه، اینقدر شما ریاکاری. اون همون چرا فوتبال کرده یوره؟ واقعا که فیلم بازی کرده نیشون. بعد ملت یه چیزی شما رو بگم، شما باعثی دست به دست هم بدین، باین از امروز دوست داشتن تمرین بکنین، هم دیگر دوست بدارین، نه برای کار کردن، برای یک نفر کار بکنم من دوست بداره، یا برای یک نفر، نه باین محبت بکنین با هم دیگه، باین ضد دولت هرچی خشم بر روی شما، نه شما باین ضدش کار بکنین، باین با هم دیگر محبت بکنین. ببین دولت های دنیا هیچ غلطی مذاره کنم من نبکنه، اگه شما دست به دست هم بدین، همدیگر محبت بکنین، همدیگر دوست بدانین، باین از خانواده خودتون دوست داشتن تمرین بکنین، ببینین زندگیتون تحول ایجاد بنه یا نه. از امروز باین همدیگر دوست بدانین، همدیگر کمک بکنین، با همدیگه احترام بنین. برای یه چیزی، برای یه کار، برای یه پول، یه مقام کوچک فیلم بازی نکنین، ریاکاری نکنین. ملت حداقل خودتون الان که اسیری یک حکومتین، لاقل خودتون باین بازا کنین، خودتون از یه اسیری، از یه زنجیرهایی که بشه دست پاشون بستن، نه آزادا کنین خودتونه. باین از امروز دوست داشتن همدیگر یه تمرین بکنین، باین با همدیگه احترام بنین، با همدیگه کمک بکنین. اینقدر اما آرزوهای ناپاک دنیم در زندگی ما، لعنتهای بیش از حد در زندگی ما وارد کنیم که حتی خدایی که خانه دوست دنه امره خانه کمک بکنه، اما خودمون اونو پس زنیم. امروز خانم کلام یعقوب 4 برای شما بخونم، گونه نتیجه آرزوهای ناپاک این دنیا. وقتی ما آرزوهای ناپاک دنیم، بعضی موقع ما زجه زنیم، یه چیزی از خدا خانیم، تقاضا کنیم ای خداوند این کار همه انجام بدی، خدایا وقتی یه ذره تاخیر بنه هی اعلام کنیم خدایا چرا تاخیر بودی، چرا موقع مگه تی فرزند نیم، مگه ما دوست ندانی، هی اصرار کنیم، اصرار کنیم، اصرار کنیم. خدا اول نخنه روی اصرار ما این کار همه با انجام بده، برای اینکه دونی این کار برای من انجام بده در این وقت به نفعمونه، ولی چون زیاد از حد اصرار کنیم خدا دلش به رحمانه گونه گفت باشه ایده اینقدر زجه کشنه به خودت خستی ها تی به بازه کنه، ولی همین آرزوی تو برای تو سم بنه، سم می بنه در زندگی تو، گونه ای کاش هرگیز ای رام بازه نبو بی، یا ای پول می دست نبو بی، یا ای کار می بنه نبو بی. واقعا این بارها شما در زندگیتون آزمایش ندین، مو که آزمایش بودم واقعا چیزایی بعض موقع می بازه با واقعا باور بکن اینقدر اصرار بودم از خدا می با سم بو او چیزون، ولی وقتی تقاضا که داریم از پدر آسمانی از خداوند خانیم که یه چیز از او خانیم، خانیم برآورده بون بیسیم به وقتش، خدا دونه چی وقت برای شما او کار انجام بده که سم نبون در زندگی تو، بلکه اصل بمون در زندگی تو، بلکه شیرینی بمون در زندگی تو.
وقتی یه کارت یه بازا کنه به موقعش، یعنی واقعا ده اون موقعشه که خود خدا دونه، خدایی که از درون ما آگاه، خدایی که از جلو تین بینه، خداوند آینده ما رو میتونه ببینه. به حدی ما آرزوهای ناپاک داریم، اینقدر تقاضاهای بی حد داریم، خدا بعضی موقع روی اصرار بیش از حد ما این کار انجام میده، ولی همیشه میگیم ای کاش این کار انجام نمیشد. باران برای همه پیش اومده. میگه علت جنگ و دعواهای شما چیست؟ آیا علت آنا آرزوهای ناپاکی نیست که در وجود شما منزل دارن؟ در وجود همه ما آرزوهای ناپاک وجود داره که به ضرر ماست، سم نیست در زندگی ما. در حسرت چیزی به سر میبرید که ندارید. خیلی موقع پیش یعنی که آدم چیزهایی ندنه، آرزو کنه ای کاش اینو بدش بیه، ای کاش اونو بدش بیه، ای کاش اینو. ولی آیا یک روز خودم در فکر خودم تو آینه سام ریشتراش اما می صورت مو اصلاح کردم، در فکر خودم بودم که خدایا اون موقعی که جوان بیم شو میره اورا که از زندگی چقدر خوش گذشت، چقدر چه خوب بود، زندگی خیلی باحال بود موقع، با من کتاب باز آگودم در جاک آیاتی با من برای مو، از کجا میدانستی که گذشته برای تو خوب است؟ بین خدا فکر آدم خونه. خدا وقتی چیزی رو برای آدم باز بکنه، یا بدون این که واقعا حقیقتا شیرینی در زندگی چیزی که برای تو استفاده نه ضرر. پس دستانتان را به خون آلوده میکنید تا آن را به چنگ آورید. مثل خیلی آدمای دیگر در این حکومت هم نگاه کنید، به خاطر یه چیزی که به دست برن، یه موقعیتی، یه پولی به دست برن، ایده بسیاری به خاک خون کشونینن تا چی بکنن؟ اون موقعیت و اون پول به دست برن. در آرزوی چیزهایی هستی که متعلق به دیگران است. خیلی موقع ما حسرت چیزهایی که مردم دارن میخوریم. فلانی مثلا بنده ماشین دارم، یه ماشین دارم که خدا رو شکر منو میبره این بر اون بر، ازش راضیم هستم، از خودم راضی هستم، ولی حسرت بعضی موقع اینه بخورم که اون مرسدس بنز آخرین مدل داره، اون خانه 8 طبقه داره. فکر خودم رو بجز که سمی بکنم چیز دیگه نیست. شما نمیتوانید داشته باشید، پس به جنگ و دعوا میپردازید تا از چنگشان بیرون بکشید. چقدر ما میبینیم در این دولت نمیتونن یه چیزی رو بگیرن، به زور میان از شما میگیرن، به زور، به زور کشتار، به زور اسلحه میان از شما میگیرن. ما هنوز شروع نکردیم کار کردن، ما اونجا با قرمز نمیش وقت تمام شد. ما هنوز شروع نکردم، میگه وقت تمام شد، بریم یه سرودی گوش بکنیم بیاییم. شادی و آرامش من بر لبهایم پر
پرستش توست میخوانم. ستایم نامت را از دل و جان، خدوس و بزرگی تو ای مهربان، من بی نامم ای فرزند سویان بیا، بخشیدی گناهانم را، تبدیل کردی زندگیم را، تسبیح و حمدت گویم با قلب و زمان. دوباره به مردم عزیز ایران. الان داشتم اون سرودی که داشت میذاشت گوش میدادم، واقعا من یاد رودخانه سپیدرود گیلان آورد. چقدر منظره زیبا، چقدر خوب. اون موقع میرفتیم اونجا ماهیگیری میکردیم، چه روزهایی بود. ولی خدا رو شکر، باز برای همه چیز خدا رو شکر. بله، داشتیم نتیجه آرزوهای ناپاک این دنیا رو صحبت میکردم. میگه علت این که آنچه میخواهید ندارید این است که آن را از خدا درخواست نمی کنید، بلکه همه چی رو به فکر خودمون شنیم هم انجام بدیم. اگه واقعا از خدا بخوایم، خدا برای ما بازا کنه آرزویی که دنیم، با خدا راز نیاز بکنیم و با خدا بطلبیم از خدا که خدا اگر واقعا خواستی ارادهش بازا کنه، نه برای اینکه مو اصرار بیش از حد بکنم میبسم ببونم و آرزویی که دنم، نه، به موقعش خدا بازا کنه. وقتی هم درخواست میکنی خدا به دعایتان جواب نمیده. چرا؟ برای اینکه میگم که وقتی آرزو دارم، دعایی دارم که خواستی اراده خداوند نیست،
الکی دارم زجی میکشم. برای اینکه خدا میدونه این چیزی که الان به من داره میده به ضرر منه. یعنی زندگی من نابود میشه با چیزی که من دارم. خدا جلو میبینه ولی من نمیبینم. نه بیایم به خداهای دروغی یا بریم به این امامزاده ها یا بریم به این چوب چلک ها به کسایی که مردن دست دراز بکنیم بگیم آقا شفا بده با من پول بده. نه بابا، ما با خدای زنده صحبت میکنیم، خدایی که همه ما رو آفریده، خدایی که تمام جهان در دست اوست. ببین اگه من اگه الان مرده باشم از من چی انتظار داری که من برات انجام بدم؟ از کسایی که مردن چیزی نخواین، چون آدم مرده نمیتونه حاجت براتون بیاره. نه اینکه مثلا روی ماشین یه امامزاده براتون درست بکنن بگردونن بگن امامزاده سیار شما برین دست بیزارین روی بگین حاجت بخوایم. نه، ملت از اینا بیاین بیرون. فقط من دوست دارم که یک بار دا این انجیل رو به عنوان داستان بخونین، ببینین آیا در این داستان دارین میخونید، در این تعلیمی که عیسی مسیح میده چی نوشته. فقط یک بار بخون، هیچ چی رو از دست نمیدی، هیچ ضرری به نمیکنه. حتی قرآن تو به فارسی بخون، خواهشم بخون. هر دینی که داری به فارسی به زبان مادری خودت بخون و از خدا سوال بکن. نگو سوال کردن از خدا یا از هر کس نمیدونم اصلا کفره. نه، خدای ما دوست داره که ازش سوال بکنی. هر جایی که متوجه نمیشی از خدا بگو خدای تو اینجا رو که نوشتی چی نوشتی، من اصلا نمیفهمم اینجا رو، برای من توضیح بده. خدا برات باز میکنه، توسط یک آدم برات باز میکنه، توسط رویا برات باز میکنه، توسط خواب برات باز، توسط خودش بیاد برات باز میکنه. چون عیسی مسیح میگه ببین در اعمال رسولان 4:2 نوشته غیر از عیسی مسیح کسی نیست که بتواند ما را رستگار سازد، چون در زیر این آسمان اسم دیگری وجود ندارد که مردم بتوانند توسط او گناهان نجات پیدا کنند. هیچ کسی مثل عیسی مسیح نیومد اینجا بگه، پایین نیومد بگه آقا مو تی گناه پگاه کنم، مو آب حیاتم، مو خود حیاتم. یعنی کسی به مو ایمون بره حیات پیدا کنه؟ هیچ کس من نیست همچین حرفی بزنه جز عیسی مسیح که خداوند جسم پوشیده. ما 3 خدا رو نپرستنیم، ما 1 خدا رو پرستنیم در 3 شخصیت. خدایی که پدره، خدایی که بخواد ظاهر به اون ما بین ما، پسر عیسی مسیح و روح القدس، روی خداوند که در ما کار میکنه. ما که نمیتوانیم آن چیزهای عالی را که از عیسی دیده شنیده ایم به کسی نگوییم. مگه بنمو از عیسی مسیح این همه بدیم و یه شیرینی نم به شما نگم؟ انگار اینه که مثلا مو ایر الان ایسم یک نفر را شده در یک مسیر یک چای نه. ما اصلا اعلام نکنم بگه آقا او رو چا نه یا مواظب باش نیفتی تو اون چا، نگم همچی چیزی که اون بیفتی تو چا منم این نگاه بکنم. این رام هینه که داریم به شما میگیم، این را رای حیات و نجاته. متعصب نباشین نسبت به هر دینی هر باوری که داری، متعصب نباش. برو بخون، خواهشم برو تحقیق بکن، برو بخون. الکی همینجوری کیلوی اعلام نکن آقا من از خدا زده شدم، از نمیدونم همه چی زده شدم. میدونم
برای اینکه اینقدر در 38 سال خداهان دروغین، امامان دروغین به ما غالب کردن که ما خسته شدیم. ولی امروز این خدای زنده نه زور بهت میگه، نه اجباری بهت میگه، اجباراً بهت نمیگه، میگه اگه دوست داشتی من میام تعلیم میدم بهت، اگه دوست داشتی در قلبتو باز میکنی من بیام داخل قلبت با تو زندگی میکنم. ببین تغییرات در زندگی خودت میبینی. یه خانومی داشت صحبت میکرد، میگفت که اگه من مسلمون بودم بعد خیلی کتاب و قرآن میخوندم ولی چون عربی بود نمیفهمیدم، بعد رفتم به فارسی خوندم، دیدم هرچی جلوتر میرم میخونم اصلا باور نمی کنم که این خدای من اینجوری باشه، باور نمی کنم که این خدا اینقدر بیرحم باشه. خدای ما پر از محبته، خدا اصلا محبته، خدا فرزندانش دوست داره، همچنین که پدر مادر فرزندانش دوست داره، نمیخوان حتی یه خط به دستای فرزندانش بشه. هر پدر مادری جون خودش حاضر برای فرزندش بده. خدای ما هم همچنین، خدای ما نمیگه تو رو بکش، خدا میگه که با این وز تو من فوش داری میدی، با این وز من رو لعنت میکنی، با این وز سر من داد میزنی، ای فرزندم به من گوش بده. اینقدر که داد زدی صدای من نمیشنوی، چون در عصبانیت ما همیشه با خدا داریم دعوا میگیریم، هی با خدا میخواییم راز نیاز میکنیم ولی داریم فوش میدیم، دعوا میگیریم، خدا داره با ما حرف میزنه ولی ما ساکن نمیشیم که گوش بکنیم خدا چی میگه به ما. اینجاست که خدا میگه که بابا من دارم با تو نمیشنوی، اینقدر داد فریاد میکنی صدای من نمیشنوی. باییم امروز به این خدای زنده، به این خدایی که عاشق ما ایمون بریم. زیرا هدفتان نادرست است، شما فقط در پی به دست آوردن چیزهایی هستید که باعث خوشی و لذتتان می شود. یعنی خیلی موقتی، همه چیز موقتی، بعدش ندونیم چی بدبختی چی بیچارگی برای ما بنه. شما همچون همسران بیوفا هستید که به دشمنان شوهرشان عشق می ورزن. خیلی نه؟ ما همسری هستم که به شوهر مثلا دشمن، به مثلا دشمن زنم عشق ببرزم، به دشمن شوهرم عشق ببرزم، این میشه بیوفایی. آیا متوجه نیستید اگر با دشمنان خدا یعنی لذتهای ناپاک این دنیا دوستی نمایید در واقع با خدا دشمنی میکنید؟ پس هر کی میخواهد از خوشیهای ناپاک این دنیا لذت بجوید دیگر نمیتواند دوست خدا باشد. تصور میکنید که کتاب آسمانی بیهوده میگوید که روی خدا که خداوند او را در وجود ما ساکن کرده است آنقدر به ما علاقه دارد نمیتواند تحمل کند که دل ما در جای دیگر باشد؟ این خدا مثل یه شوهری مونه، مثل یه زنی مونه که عاشقونه خودش همسر دوستنه. آقا امروز تو فکر بگو مو پدرم، یک نفر با فرزندون من ببره، مو چی کار انجام دینم تا این فرزندونم و حتی جان من نینم که فرزندون من به سلامت بم به خانواده. امروز بایم دوست داشتن تمرین بکنیم، امروز بایم حقیقتا ریاکاری بنیم کران، امروز بایم با هم دیگه کمک بکنیم، بایم به یه خدایی که عاشق ما بهش یه بله بگیم. هیچ ضرر هم واقعا ضرر نینی، هیچ ضرری ندنه برای شما. بین این تحول در زندگی شما ایجاد بنه یا نه، چطور بنه موی خبر خوشه وقتی شنیدم، این خبر خوشه وقتی دیدم و حس کردم به شما نگم، تا
لذت شما میسه من لذت ببرین از این خداوند. میگم این کارگردان ما اصلا با من میسگی لج داره، همه شی میزنه وقت تمام شد، وقت تمام شد. نمیذاره حرف بزنه آدم. ولی امروز براتون دعا میکنم به نام عیسی مسیح، هر ایرانی در هر جای دنیا هست، دست و محبت خداوند در زندگیش باشه. امروز آرزو دارم، آرزوی قلبی منه که خداوند همه شما رو نجات بده و شادی عظیم خداوند در تک تک خانه های شما باشه. دست عیسی مسیح با شما باشه. تا هفته دیگه، بدرود.